روز همگی بخیر. امیدوارم که روزی پر از خوبی و شادی داشته باشید و همطور با قوت شادی پیش بریم. میخواستم قبل از هر چیزی سوال بکنم، عزیزانی هستن که برای بار اول تشریف بردن کلیسا، میتونم دستاتون رو ببینم؟ خیلی خیلی خوش آمدید، به افتخارشون خوشم. خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. هدیه‌ای تقدیمتون میشه از طرف کلیسا، امیدوارم که باعث برکت باشه برای شما و خدا که برای وجودتون. خیلی خوشحالم پیغامی که امروز دارم عنوان میکنم دنباله پیغامی هست که سری قبل عنوان کردم در مورد انجیل ملکوت یا انجیل نجات. مطلبی بود که خیلی منو به چالش کشید، خود منو، و خیلی واسم به نوعی میتونم بگم که یک دیدگاه تازه و نگاه تازه‌ای رو برای من باز کرد توی زندگی ایمانی خودم و خیلی مشتاق بودم که این رو با کلیسا در میون بگذارم و این رو با همدیگه بتونیم باز مرور بکنیم. توی جلسه قبل یه مقداری از این رو گفت، از این پیغام گفته شد، من دنبالش رو ادامه میدم و فکر میکنم که در مقام کسانی که شاید مسیح رو دوست داریم، در مقام کسانی که به مسیح ایمان داریم و یا در مقام کسایی که شاگرد مسیح هستیم و به دنبال مسیح حرکت میکنیم، میتونه موقعیت ما رو به نوعی تثبیت بکنه که ما خودمون رو در دنیای روحانی ببینیم که در چه جایی ما قرار داریم. و میخوام که با همدیگه، شاید این یه چالشی باشه برای تک تک ما که واقعا بدونیم آیا صلیب مسیح نجات و حیات تازه در خداوند برای چیست و خداوند چه کاری، چه چیزی رو ما از این طریق میخواد انجام بده. پس خداوند تو رو شکر میکنیم که حاکم هستی، مرسی برای دعایی که برای پیغام شد و خداوند قلب و فکرهای ما رو باز کن تا اونجایی که خداوند منظور نظر توست در بیان ما کرده بشه. نام خداوند متبارک باد. ابتدا میخوام آیه رو بخونم از کتاب لوقا باب 12 آیه 29 تا 31. اگر که عزیزان بتونن بزنن روی بورد ممنون میشم. کتاب لوقا باب 12 آیه 29 تا 31 اینجور میگه: پس در پی این مباشید که چه بخورید و یا چه بنوشید، نگران اینها مباشید، زیرا اقوام ناشناس خدا ناشناس این دنیا در پی این گونه چیزهایند، اما پدر شما میداند که به این همه نیاز دارید، بلکه شما در پی پادشاهی او باشید که همه اینها به شما نیز به شما داده خواهد شد. اون چیزی که صحبت شد در سری گذشته این که تمامی روزمرگی ما در هر حال آمیخته با نگرانی هاست، در هر حال آمیخته با آرزوها و احتیاجاتیه که درگیرش هستیم و برای اون وقت و انرژی و حتی پول هزینه میکنیم و بسیار برای ما مهمه و مسائلی که اطراف زندگی ما، احتیاجات و نیازهای ما، چیزهایی که حتی اگر ما به اونها نرسیم میتونیم احساس سرخوردگی و سرشکستگی داشته باشیم، از به دست آوردنشون احساس شادی و موفقیت میکنیم و کماکان زندگی ما در تلالو و پستی و بلندی اون خواسته ها و احتیاجات ماست. و فکر نمیکنم انسانی کسی باشه که بدون خواسته و یا احتیاج چیزی باشه که بتونه زندگی کنه. در هر حال ما نگرانی ها و یه مقدار نیازها رو داریم که هر روز مشغول اون هستیم. ولی چطور که خداوند میاد با ما صحبت میکنه و توی این آیه میگه که به اونها فکر نکنید، به فکر اونها نباشید، چیزی که تمامی روزمرگی ما رو در بر میگیره، و به دنبال پادشاهی خداوند باشید. شاید اگر خداوندی رو ما میتونستیم ازش صحبت کنیم که روی زمین نیومده و شاید روی ابرها ساکنه، در آسمان ساکنه و جای خودش خیلی گرم و نرمه و نمیدونه روی زمین چی رخ میده، شاید برامون این مطلب او خداوند جاش خودش خوبه، با ما میگه نگران مسائلتون، روزمرگیتون نباشید. ولی خدا رو شکر برای خداوند ما که جسم پوشیده، روی زمین اومده و حتی مرگ رو تا به روی صلیب حتی تحمل کرده و آشناست با گرسنگی، با تشنگی، با نیازها، با ترسها، ناامیدیها، با شکها و با تمامی اینها برایش چیزی که آشناه، اونها رو سالهای سال روی زمین زندگی کرده عیسی مسیح و اونها رو همه رو لمس کرده. پس چیز غریبی برای خداوند نیست. ولی اینکه چنین خدایی چنین حکمی رو به ما میده که میگه شما نگران اونها نباشید، نگرانیتون به من بدید، بلکه در پی پادشاهی خداوند باشید، چقدر امروز ما میتونیم به کلام خداوند اعتماد کنیم؟ چقدر ما میتونیم به خداوند اعتماد کنیم که اول به دنبال پادشاهی خداوند باشیم؟ من از شما میخوام یه سوالی میخوام بکنم. چقدر از ما زمانی که روز از خواب بیدار میشیم، اولین فکری که سراغمون میاد اینه که خداوندا من چطور میتونم پادشاهی تو رو درش باشم و اون رو پیش ببرم؟ چقدر از ما زمانی که ابتدای روز از خواب بیدار میشیم، شاید قبل از اینکه لیوان چای یا قهوه‌مون رو برداریم یا بخوایم صبحانه بخوریم یا بخوایم با دیگران
سلام حال احوال بکنیم یا تماس بگیریم یا در هر حال داخل سوشال مدیا این فیسبوک یا اینترنت هر چیز بخوام بریم، چقدر از ما این سوال از خودمون میکنیم خداوندا پادشاهی تو کجاست؟ من چه کاری میتونم در پادشاهی تو انجام بدم؟ مطلبی که عنوان شد این که مسیح خیلی زیباست. مسیح زمانی که پیغامش رو شروع کرد، مسیح پیغامش رو با این شروع نکرد که از محبت بگه. خیلی از مسیحیت میگن که محبت، و ما خیلی از محبت میگیم و خیلی عالی و نیکوست. مسیح پیغامش رو با محبت شروع نکرد. مسیح پیغامش رو با آمرزش گناهان شروع نکرد. در مسیح آمرزش گناهان هست. به همین خاطر ما میتونیم در ارتباط باشیم با پدر. اون پرده زخم گناه پاره میشه. و مسیح حتی در مورد پدر بودن خداوند هم صحبت نکرد که ما دیگه بنده نیستیم بلکه فرزند در مسیح هستیم و در اون حیات جاودان را داریم. حتی راجع به این هم صحبت نکرد. مسیح پیغامی که شروع کرد گفت توبه کنید چون که پادشاهی آسمان نزدیکه. امروز من این سوال رو میخوام بکنم، ما به عنوان جمعی که کلیسا نامیده میشیم چقدر واقعا در فکر پادشاهی خداوند هستیم؟ خداوند پادشاهی تو کجاست؟ آیا من در پادشاهی تو هستم یا نیستم؟ آیا ما فقط تنها به صرف این که ایمان بیاریم به این که مسیح نجات دهنده است و اون فدیه گناهان ما شده، بهای گناهان ما را داده و ما حیات جاودان پیدا کردیم، آیا به صرف این و آمرزش گناهان را داریم از روح خداوند متولد میشیم با ایمان به مرگ و برخاستن مسیح از مردگان بر روی صلیب، آیا تنها با صرف این ایمان ما میتونیم وارد حیات داخل پادشاهی خداوند باشیم؟ آیا الان پادشاهی خداوند کجاست؟ پادشاهی خداوند آیا نزدیک به ماست؟ پادشاهی خداوند ما در پادشاهی خداوند هستیم یا اینکه چیزی راجع به اون نمیدونیم؟ این چالشی بود که من خودم خیلی باهاش آشنا شدم. من دوست دارم که امروز با شما در میون بگذارم و ویژگی‌های اول از همه ما باید بدونیم اگر پادشاهی خداوند رو راجع بهش صحبت کنیم، پادشاهی خداوند کجا هست؟ مسیح میگه برید پیغام رو بدید، توبه کنید، پادشاهی خداوند نزدیکه. من به عنوان یه شخصی که خداوند رو دوست دارم و پادشاهی خداوند رو دوست دارم، شاید ما برای فکر می‌کنیم که اگر که یک پادشاهی بیاد، یه حکومت دیگه بیاد، شاید وضع کشوری که توش زندگی می‌کنیم شاید متفاوت باشه. شاید بسیاری ما از ایران شاید اومدیم و خیلی این نگرش رو دارن که اگر که یک پادشاهی، بعضی این نگرش رو دارن که اگر یک پادشاهی بیاد و اون مشخصات داشته باشه، اون موقع خیلی وضع این کشور فرق خواهد کرد و شاید خیلی منتظر یک شاهزاده و یک پادشاه هستن برای اینکه تغییر بیاره. ولی ما به عنوان کسانی که فرزندان پادشاهی خداوند خونده میشیم، از شما این سوالو میخوام بکنم. وقتی که ما میخوام حرکت بکنیم و با دیگران مثل مسیح استارت اول رو بزنیم، قبل از اینکه از محبت بخوایم بگیم، قبل از اینکه از آمرزش گناهان و از پدر بودن خداوند بخوایم صحبت بکنیم، قبل از اون ما میخوام از پادشاهی خداوند پس مثل مسیح شروع بکنیم. آمین. حالا که میخوام مثل مسیح از پادشاهی خداوند شروع بکنیم، مشخصات این پادشاهی چیه؟ آیا ما واقعا این پادشاهی رو میخوایم؟ من باید چیز رو به دیگران بگم که خودم بدونم چی هست؟ چیز رو به دیگران بدم که خودم داشته باشم؟ آیا من در پادشاهی خداوند هستم یا نه؟ مشخصات ویژگی پادشاهی خداوند چی هست؟ میخوام راجع به نکات نگاه بکنیم. به هیچ عنوان این پیغامی که امروز دارم راجع بهش صحبت میکنم به هیچ عنوان دیدگاهی نداره برای اینکه محکوم بخواد ما رو بکنه، بلکه میخوام به نوعی با یک دید تازه‌ای زندگی روحانیمون رو در خداوند نگاه بکنیم، رابطمون با خداوند رو نگاه کنیم و مقام خودمون رو در مسیح ببینیم که چه جایگاهی رو داریم و اولویت‌هامون کجا هست. راجع به این قسمت صحبت شد که در کتاب متی باب 5 آیه 3، بذارید این رو من بخونم، فکر می‌کنم که خوندنش خالی از لطف نباشه. کتاب متی باب 5 آیه 3، جایی که از خوش و بحال ها صحبت می‌کنه. خوش و بحال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوش و بحال مسکینان در روح که زیرا که ملکوت آسمان از آن ایشان است. پادشاهی آسمان یکی از مشخصاتی که داره مال چه کسانیه؟ نمیگه مال کسانیه که به مسیح ایمان ندارن یا مسیح رو پیغمبر صلح و سلامتی میدونن یا مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون قبول کردن. میگه خوشا به حاله که آمین این هست ولی تمامش نیست. میگه خوشا به حال مسکینان در روح. چه کسانی گفتیم سری قبل صحبت کردیم؟ چه کسانی مسکین در روح هستن؟ مسکین در روح معناش چیه؟ فقیر در روح معناش چیه؟ خیلی کوتاه میخوام بگم چون در پیغام قبل راجع به این خیلی مفصل صحبت شده.
مسکین در روح کسی که نیاز خودش رو به خداوند احساس میکنه. احساس میکنه تو مشورتاش، تو تصمیم‌گیریاش، تو زندگیش میخواد که خداوند بهش مشورت بده. میخواد که خداوند راهنماییش بکنه. میخواد که خداوند اول باشه توی زندگیش. خداوند خدا باشه و اون به دنبال خدا باشه. توی زندگی ایمانی ما خیلی دچار چالش میشیم که او در مسیح ما اگه بطلبیم به ما داده میشه. آمین. پس خداوند اینو بده، اونو بده، اونو بده. در واقع ما اون موقع خداوند باید بشه مسکین در روح و بعد پادشاهی ما رو به طلبه. به جای اینکه ما بگیم خداوند تو ابتدا باش، تو سر باش توی زندگی ما و تو بگو من چه کار باید بکنم و من به تو نیاز دارم توی تصمیم گیریام، توی مشورتام، توی سبک و شیوه زندگیم، توی طرز فکرام، به جای اون میایم میگیم خداوند اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام. اگه این نداده خدای خوبی نیستی، نه خداوند نیکو نیست. حتی خیلی از ما این ماندارا با خداوند کشتی میگیریم که خداوند نیکو نیست، خداوند اصلا به من محل نمیذاره، من و مشکلات من برای خداوند مهم نیست، نیازهای من، احتیاجات من، بیماری های من، اینا هیچ کدوم برای خداوند مهم نیست، چون خداوند نسبت به من بیتوجهه. وقتی نیازامونو میگیریم خوشحالیم، به آرزوها و خواسته هامون میرسیم، به دعاهامون پاسخ دعاهامون میرسیم، هللویا آمین. وقتی نمیرسیم چی شد؟ این خدا اصلا هست؟ اصلا نیست؟ خوبه؟ نیکوه؟ پدر دلسوزه؟ بیتفاوته؟ این مشکل اساسی که خیلی از ما ایماندارا میتونیم در اون بیفتیم وقتی که به آرزوهامون نمیرسیم، به خاطر اینکه جایگاه رو عوض میکنیم. به جای اینکه به خداوند بگیم خداوند و پادشاهی تو بیاد، بگیم خداوند من میخوام پادشاهمو برقرار بکنم و تو دنبال من بیا. من برای برقرار پادشاهیم شاید نیاز به پول دارم، نیاز به همسر دارم، نیاز به شفا دارم، نیاز به فرزند دارم و خیلی از نیازهایی که خداوندم نمیگه نه، ولی خداوند میگه اول پادشاهی من رو بطلبید، من اول باشم. مسکین در روح شخصیه که صلیب خودش رو حمل میکنه، از خودش سعی میکنه آزاد بشه، از منیتاش سعی میکنه آزاد بشه، از اینکه من که خودش محور دنیا باشه سعی میکنه از این فاصله بگیره. کی به من احترام نگذاشت؟ کی منو دعوت نکرد؟ کی به من سلام نکرد زودتر؟ من چرا من بیشتر کار نکردم؟ چرا من بیشتر درآمد ندارم؟ چرا من اینجور نیستم؟ تمام دنیا من کسی مسکین در رو کسی که در محوریت دنیا نیست. دنیا دور اون نمیچرخه که اون جوری که من دلم میخواد زندگی بکنم. مسکین در رو کسیه که فروتن میشه و میگه خداوند خداست. میتونه خودش انکار کنه. مثل یک مادری که نگاه میکنی بچهش گرسنه است، خستگی خودش، بیخوابی خودش رو بیتوجه اصلا هیچی میگیره. اولویت بچهشه که به اون برسه. اولویت بچهشه که اول به اون مراقبت بکنه. مثل یک پدری که شاید دوست داشته باشه تو خونه استراحت کنه، ولی با خودش میگه اولویت فرزندان من، خانواده من، باید برم کار بکنم. یا مادری که من باید برم کار بکنم. اگه محور خودش باشه میگه او انقدرم کافیام، بچه‌هام به من چه؟ من ربطی نداره. خودش اومده کاری بکنه، خانواده به من چه؟ اگر یه پدر یا مادر بخواد چنین نقشی رو داشته باشه، ببینید خانواده‌اش مشکل رو خواهد داشت. فقیر یا مسکین در رو به چنین شخصی گفته. پس یکی از ویژگی‌ها ما باید تمامی اون صلیب مسیح رو با خودمون حمل کنیم. در مرگ با مسیح روی صلیب باید همشکل بشیم. یعنی زمانی که خیلی شاید این مثال ساده‌ای باشه، زمانی که برخوردها اطراف ما پیش میاد که ما رنجیده خاطر میشیم، من با خودم فکر میکنم وقتی یه چیزی پیش میاد که من ناراحت میشم، من مردم. یک مرده چه واکنشی رو نشون میده؟ یه مرده چقدر انتظار داره؟ یه مرده چقدر تلاش میکنه برای اینکه به خودش ثابت بخواد بکنه؟ اگه لباساشو در بیارن پس نمیگیره. مگه مسیح نگفت اگر ردای شما رو بدن قباتون رو بهشون بدید؟ اگه پولشو ببرن از جیبش خالی بکنن؟ چون مرده. و ما هم میخوام در مرگ مسیح شریک بشیم بر روی صلیب و داریم در این راستا حرکت میکنیم. در واقع نفس ما ادعای خدایی میخواد بکنه. نفس ما میخواد بگه من محور دنیا هستم، من خدا هستم، من میخواد خدا باشه. ولی ما به قدرت روح خداوند این رو به زیر میکشیم و به اطاعت مسیح در میاریم. قسمت دوم که میخوام راجع بهش صحبت بکنم کتاب متا باب 5 آیه 10 که میگه خوش به حال آنان. کتاب متا باب 5 آیه 10 توی خوش به حال است، میگه خوش به حال آنان که در راه پارسایی آزار میبینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. ما چقدر، و حتی اینو توی کتاب اول، توی کتاب یوحنا هم این رو صحبت میکنه، نفرت دنیا از پیروان عیسی باب 15 آیه 18 تا 19
ما چقدر مورد تنفر توی این دنیا هستیم. مسخره است نه؟ شاید دوستش باشیم، مشهور باشیم، طرفدار داشته باشیم و توی این دنیا حسابی برخورده باشیم و همه چیز خوب باشه. ولی مشخصات کسی که داخل پادشاهی خداونده اینه که دنیا از اون متنفره. چون دنیا از مسیح متنفر بود. مسیح رو به صلیب سپرد. یه جاهایی نگاه میکنی طرد میشی. یه جاهایی نگاه میکنی شکسته میشی. یه جاهایی نگاه میکنی مورد کم لطفی قرار میگیری. کسانی که توی ترجمه دیگه میگه که بذارید از روی ترجمه تحت لفظی هم بخونم. کتاب متی باب 5 آیه 10 میگه خوشا، کتاب تحت لفظی میگه خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. کسانی که دارن برای عدالت پارسایی دارن آزار میبینن، نه اینکه فقط برای کارهای بدشون، بلکه برای اینکه میخوان در عدالت، در پاکی قدوسیت زندگی کنن آسیب میبینن. کسی که میخواد برای کلیسا شاید وقتی بقیه میفهمن مسخرهش میکنن، میخواد بره تو جمع دعایی، میخواد بره دعا بکنه، مسخرهش میکنن، مورد تحقیر و تمسخر قرار میگیره. کسی که یه جایی دارن یه خلافی رو دارن میکنه و میگه نه این کار شما هم نباید بکنید، سوار اتوبوس میشیم، اون یکی کارتاشو نمیزنه، یواشکی میخواد پیاده بشه، اون میسته میگه نه من این کارو نخواهم کرد، میخوام بریم استخ، میتونی کارتات نزنید دو تایی با هم رد بشید برید تو، میگه من این کارو نمیکنم، من در عدالت میخوام بایستم. اینا این مثال های خیلی ساده است و اون جاهایی که ما میخوام نور باشیم، میخوام نمک باشیم در این دنیا. آیا نور و نمک هستیم در این دنیا؟ آیا جاهایی که میبینیم ظلم هست، جاهایی که میبینیم گناه هست، جاهایی که میبینیم ناعدالتی هست، آیا اونجاها میتونیم بایستیم و همشکل نشیم؟ ساده تر اینه که ما همشکل بشیم. ساده تر اون موقع هیچ چیز مخالفی رو ما نخواهیم تجربه نخواهیم کرد. همه چیز خوب خواهد بود. وقتی که همرنگ بشیم، میگه همرنگ جماعت شو، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. ولی برای اینکه وارد پادشاهی خداوند بشی، همرنگ جماعت نباید بشی. باید نمک داشته باشی. نور داشته باشی. شکل دنیا نباید باشی. تو خلافکاری ها، توی کارهایی که تو دنیا حتی خیلی رسم میشه. نگاه میکنی به طور مثال ازدواج همجنسگراها خیلی راحت میپذیرن. تو میخوای چی کار بکنی؟ میخوای چیزی کلام خداوند رو میگه انجام بدی؟ راجب جدایی و طلاق چی کار میخوای بکنی؟ اینا چیزایی که تو دنیا خیلی راحت راجبش پذیرفته شده است، حتی چیزایی که پذیرفته شده نیست مثل قتل و دزدی و غارت بماند، اونا که اصلا هیچ، واضحه. دنیای امروز دنیاییه که خیلی از مسائلی که خلاف کتاب مقدسه امروز خیلی اتفاقا خوبه، مشکلی هم نیست، زندگی بدون تعهد. ما چقدر سعی میکنیم که خودمون رو در عدالت خداوند نگه داریم؟ سعی میکنیم چقدر خودمون رو سعی میکنیم موافق اون چی که از کلام خداوند یاد میگیریم، چقدر سعی میکنیم بر موافق اون زندگی بکنیم؟ این ویژگیه که ما رو داخل پادشاهی خداوند نگه می‌داره. شاید ما خیلی از آیات رو بدونیم، ولی چقدر این آیات رو زندگی می‌کنی؟ به طور مثال کلام خداوند میگه خشمگین نشید. اگه خشمگین شدید گناه مبرزید، غیبت نکنید، دزدی نکنید، دروغ نگید. چقدر سعی می‌کنیم که اینا رو زندگی بکنیم؟ این کلام بگم مسیح میگه این کلام مجسمه. چقدر من می‌خوام این کلام در من جسم بپوشه و اون باشه که داره زندگی می‌کنه، نه دیگه من. اینه که دیگه از مشخصات کسانی که پادشاهی آسمان از اونها هست، کسانی که سعی میکنن که برای عدالت بایستن، برای محبت بایستن، در واقع محبت به همسایه، محبت به خداوند، سعی میکنن برای اون بایستن و اینها اولویت های زندگیشونه و خودشون توی اون محور محور نیستن. یک مثالی رو، این قسمت ملکوت خداوند ویژگی های متفاوتی رو داره و راجبش خیلی میشه صحبت کرد. من نمیخوام خیلی، بخواد واسطه محدودیت زمانی هم که دارم نمیخوام که این رو خیلی باز بکنم. من میخوام یه آمیختهی داشته باشیم برای اینکه بدونیم من کجا هستم و من چطور باید خودم رو در پادشاهی نگه دارم. پادشاهی خداوند اون جاییه که اقتدار و حاکمیت خداوند درش هست، جایی که آفتاب میتابه. زمانی که ما زیر نور آفتاب هستیم گرما و نور رو میتونیم احساس بکنیم، ولی زمانی که زیر نور آفتاب نیستی و توی سایه هستی اون گرما رو شما نمیتونی. هرچند که اطلاعات خیلی زیادی راجع به آفتاب داشته باشی و خورشید و حتی عمر خورشید و اشعاعاتی که خورشید از نور خورشید به قولن ساطع میشه و وقت همه این چیزها، اون اطلاعات شما رو گرم نمیکنه. زمانی که شما زیر نور خورشید قرار داری اون موقع است که میتونی ازش بهره مند بشی. زمانی که ما قدوسیت رو انتخاب می‌کنیم، خدا رو شکر برای مسیح
که وقتی به مسیح ایمان میاریم دیگه اون پرده زخیم گناه پاره میشه، با ایمان به مسیح به مرگ و قیام او فرزند خداوند هستیم و دیگه بنده نیستیم و در ارتباط زندگی مستقیم با خود خداوند هستیم. آمین. مطلبی که اینجا باقی میمونه، چقدر ما خودمون رو در ملکوت نگه میداریم، چقدر ما خودمون رو در مشارکت با خداوند، در کلام خداوند ما خودمون رو نگه میداریم. این انتخاب ماست. یهودا شاگرد مسیح کسی بود که با مسیح حرکت میکرد و یکی از رسولان بود، چون که میگه اونا رسولا رو فرستاد برگزیده بود، ولی اون انتخاب کرد که ظرفی باشه برای اینکه کار شیطان رو انجام بده. مسیح رو به صلیب سپرد با سیب پاره نقره. پس این ما انتخاب کاملا آزاد داریم. ما دقیقا خداوند ما رو آزاد گذاشته. تو میتونی در پادشاهی من بمونی، میتونی در پادشاهی شیطان بمونی. کلام خداوند میگه روی زمین شیطان داره سلطنت میکنه. خرابی ها، ویرانی ها، تموم محصول سلطنت شیطان روی زمین به واسطه گناه آدم و حوا. ولی اینکه ما امروز آیا این رو میدونیم که دور و برمون چقدر خرابه و این خرابی ها، من باید پادشاهی خداوند رو بکشم برای اینکه اون پر از سلامتیه، برای اینکه اونجا اشکی به قولن روی دیده ای نیست، برای اینکه اونجا آرامیه، اونجا شفاست، اونجا خوشیه، اونجا شادیه، آیا من میخوام این پادشاهی رو بکشم روی زمین؟ دعای ربانی چی میگه؟ ای پدر ما که در آسمان، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نام خداوند رو تقدیس بکنیم از بین تمامی نام‌های دیگه، از بین تمامی خدایان نام خداوند یهوه رو جدا بکنیم. مگه خدای دیگه هم هست؟ مگه خدای دیگه هم هست روی زمین؟ هست؟ میشه اسمش نمی بره اسم خدای روی زمین؟ آمین. دیگه؟ قدرت، نفس، آمین. فیسبوک، حتی فرزند آدم میتونه خدای آدم باشه. تلفن، کامپیوتر، همه اون چیزی که اولویت اول زندگیته، اون چیزی که به خاطرش بها میدی، اون چیزی که اول زندگی، میتونه پدر و مادرت خدات باشه، میتونه همسرت خدات باشه، میتونه فرزندت خدات باشه، میتونه پول خدا باشه، میتونه شهرت خدا باشه برات، میتونه مدرک تحصیلی خدا باشه، میتونه موعظه کردنت برات خدا باشه، میتونه بشارت دادن خدا برات باشه. ولی کلام خدا میگه تنها یهوه خداست. پس چرا میگه خداوند و نام تو مقدس باد؟ یعنی نام تو از بین تمامی این خداها روی زمین جدا، یهوه تنها خداست. آمین. یک مثال رو میخوام بزنم اینجا که شاید کمک بکنه برای درک بیشتر این مطلب ملکوت خداوند. میگه شخصی ایمانداران بودن داخل یک قایق و داشتن پارو میزدن به سمت بالای رودخونه. با قدرت آب برعکسشون داشت حرکت میکرد و اینا با زور خیلی زیادی داشتن سعی میکردن که پارو بزنن خودشون به سمت بالای رودخونه ببرن. باید خیلی عرق میریختن، باید خیلی تلاش میکردن. ولی بعد از کنارشون دیدن یه قایق به سمت پایین رودخونه که اتفاقا خب یه آبشاری هم بود که خب بعدش دیگه هلاکت بود، مشخص بود. و اینا سعی میکردن این موندو رو پارو بزنن و حساب خودشون به سمت بالا ببرن، از اون مرگ فاصله بگیرن، از اون هلاکت، و خودشون رو ببرن به سمت بالا رودخونه و به سمت سلامتی حرکت بکنن. دیگه یه مردم دیدن تو یه سری قایق دیگه اصلا کاری به بالا روخو نداشتن، آب از این طرف بود، لازم بود پارو هم بزنی، میزدن و میرقصیدن و خلاصه برای خودشون حساب کیف میکردن، داشتن میرفتن با سرعت از کنار اینا رد شدن. و بعد اینا با خودشون میگفتن او نگاه کن، اینا نمیدونن که چه عاقبتی خواهند داشت، نمیدونن که این شادی که الان توش هستن دارن ازش لذت میبرن و زحمتی هم براش نمیکشن، آخرش کجا دارن میرن؟ آخرش هلاکته. اینا شروع کردن بازم پارو زدن، بازم شروع کردن سخت پارو زدن. یه مقدار جلوتر که رفتن یه قایق دیگه دیدن که توش سرود پرستشی داشت خونده میشد، دست میزدن سرود پرستشی، هللویا خداوند عیسی، خداوند رو ستایش میکردن، خداوند رو شکرگزاری میکردن. سر قایق به سمت بالای رودخونه بود ولی دست از پارو زدن کشیده بودن، مشغول شکرگزاری بودن و جریان آب داشت اینا رو میبرد به سمت هلاکت. سر قایق به سمت بالای رودخونه، به سمت هلاکت جهتشون نبود، اینجوری نبود سمت هلاکت بخوام، نه به سمت خداوند، خداوند رو نگاه میکنن، شادی پرستش میکنن، ولی پاروی نمیزنن، تلاشی نمیکنن و جریان آب داشت اینا رو میبرد. و ایماندارایی که توی این قایق بودن با خودشون گفتن او پس این ایماندارایی که دارن اینجا پارو میزنن، خداوند هم دارن پارو نمیزنن ولی دارن خداوند رو پرستش میکنن، جهت قایقشون به سمت بالای رودخونه است، به سمت هلاکت نیست. پس خب ما هم خداوند رو پرستش کنیم، شاید کار اینا درسته، شاید هم دارن کار درستی انجام میدن.
پشت اینجا بود که اون ایماندارا توی اون قایق هم گفتن که او خب ما هم دیگه اینقدر سخت نگیریم با خودمون، بابا اینقدر مذهبی نشیم، اینقدر به قولن اینجوری نخوام رفتار کنیم، میگن راحت تر باشیم، میگن راحت تر زندگی بکنیم. و ببینید این مصداق کامل امروز ماست، این مثال، که آیا جد و جهد میکنی، تلاش میکنی برای ایمانت، میخوای دعا بکنی، همه کار پیش میاد. تلفن زنگ میخوره، نمیدونم همون موقع آدم تشنش میشه، همه هم موقع باید بخوابی چون فردا باید زود بری سر کار، قرار داری و و وقتی دعات که میرسه انگار اون زمانیه که جنگ جهانی داره شروع میشه. تو الان دعا میخوای بکنی از همه کارات تو میمونی، از کدوم طرف پارو میزنی؟ خداوند رحیمه، خداوند پر از محبت، حالا فردا صبح دعا میکنه. خداوند میگه بیدار باشید، دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. بخوای کلام رو بخونی، یعنی این برگه های کلام که فکر کنم هر کدومش نمیدونم شاید چند گرم نباشه، وقتی میخوای بخونی نگاه میشه وزنیه 200 کیلو روی پلکای آدم اینجوری میکشه پایین. میخوای بخونی خوابت میگیره، میخوای بری بشارت بدی، میخوای بگی دیگه راجع به خداوند صحبت کنی، بشارت نجاتو میخوای بدی، زشته، حالا این چه چیز نکنه، حالا میخوای جوک تعریف کنی، میری وسط جماعت جوک تعریف کنی، راحت میخوای ارتباط برقرار راحتی، ولی میخوای راجع به مسیح صحبت کوچولو بخوای بکنی با یه نفر، طرف میبینی بیماره، خداوند می دست رو بیماران بذاره شفا پیدا بکنه، براشون دعا بکنید. نه اگه نشه چی میشه؟ ببینید این جریان دنیاست، جریان اون ملکوت شیطانه که داره حرکت میکنه به ضد کلیسا، به ضد پادشاه خداوند داره حرکت میکنه. و ما داریم چیکار میکنیم؟ و من خداوند رو پرستش میکنم، نیفتم. من خداوند رو پرستش میکنم، من خداوند رو ستایش میکنم، خداوند رو دوستم، کلیسا هم میرم، کلامم یه موقعهایی میخونم. بعد پارو زد. باید حرکت کرد. حرکت نکنی جریان دوریا ما رو میبره. برای بودن در پادشاهی خداوند باید حرکت کرد. وقتی در پادشاهی خداوند هستی اقتدار داری. به روح ناپاک میگی از شخص خارج میشه. به بیماری دستور میدی. شفا میاد. من گاهی میبینم خیلی راحت هللویا خداوند آمین، خداوند تو رو شکر میکنیم، خداوند نیکوست، بیماری خب برو پیش دکتر، بیماری برو پیش روانپزشک، بیماری پس مسیح چرا تو پارو نمیزنی؟ پارو بزن خداوند، برای شفاش دعا میکنم، بیا شفا مال توه، شفا چیزی که خداوند بها داده برای تو، بلند شو بیا، مشکل عصبی داری، مشکل نمیدونم روحی داری، بلند شو بیا، شفا مال توه. وقتی زیر نور هستی، وقتی زیر اقتدار خداوند هستی، وقتی تو پادشاهی خداوند هستی، از اقتدارت به عنوان یک انسان استفاده می‌کنی، به عنوان سفیر خداوند روی زمین از اقتدارت استفاده می‌کنی. اون موقع است که تو حاکم هستی. اون موقع است که تو می‌تونی مثل ایلیا آسمان رو باز کنی که قحطی تمام بشه برای یک قوم، یا می‌تونی آسمان رو ببندی که یک قوم تو اون سختی قرار بگیرن که بتونن جلوی خداوند زانو بزنن. وقتی زیر اقتدار و حاکمیت خداوند هستی، میتونی بری مردم نینوا رو مثل یونس بری پیغام بدی و همه زانو بزنن و از بلا، از اون مصیبت فاصله بگیرن و زندگیشون شفا پیدا بکنه. وقتی زیر اقتدار خداوند هستی، کسانی که رابطشون توی جداییه، توی بیماریه، توی سختیه، توی تنگیه، میتونی بری بگی من حاکمیت و پادشاهی خداوند رو اعلام میکنم تو زندگی شما، به اقتدار روح القدس، به اقتدار نام عیسی مسیح، من شفا رو توی زندگی شما میارم، چون قراره که ما روی زمین سلطنت کنیم، قراره که در نام عیسی مسیح به شیطان بگیم سر تو زیر پاشنه پاهای ما کوبیده شده و من در اقتدار نام عیسی مسیح بیش از اون چیزی که مسیح کرد رو انجام خواهم داد. و امروز ما چه انتخابی رو داریم؟ مذهبی نشیم، حالا دعا بابا، هی دعا، کلام، موعظه، اصلا کلیسا حالا میریم بابا چیز نکن، هللویا خداوند آمین، ولی هیچ تلاشی نمی کنیم، یه موقعی دعا می کنیم، یه موقعی کلام می خونیم، یا می خواد برای خداوند بیستی، یا میخوای نور و نمک باشی توی این دنیا، یا میخوای زیر پادشاهی و حاکمیت خداوند باشی. این انتخاب ماست. کلام خداوند میگه روح خداوند گردش میکنه روی زمین، کسانی رو پیدا بکنه که دلشون با خداوند کامله. وقتی سعی میکنیم از منیتامون از دنیا و همشکل دنیا شدن فاصله بگیریم، وقتی همشکل دنیا شدن رو واسه خودمون دیگه افتخار نمیشماریم و میگیم خداوند پادشاهی تو بیاد، اون موقع هست که میتونیم عامل برکت باشیم توی زندگی بسیاری. اون موقع هست که میتونیم زندگی بسیاری رو مبارک بسازیم، میتونیم شفا و سلامتی رو توی زندگی ها ببریم.
و اون موقع است که مثل یک پادشاه ما روی زمین پادشاهی خواهیم کرد. برای یک نفر که اونجایی که خداوند بهش میسپاره و ثمر میاره، اگر دو تا سکه اینا چیز باشه و توش ثمر بیاره، دو تا ثمر بشه، چهار تا سکه بشه، خداوند حکومت چهار تا شهر رو بهش میده. برای پنج تا سکه که پنج تا ثمر بیاره و تلاش بکن پاروشو بزنه، خداوند حکومت 10 تا شهر رو بهش میده. چقدر شهرهایی هستند روی این زمین که شما میتونید با دعاهاتون وضعیت شهرها رو عوض کنید، وضعیت معیشتی مردم رو، وضعیت نجات مردم رو، سلامتی مردم رو، زندگی ها رو. و سکه هایی که خداوند به ما میده، فرصت هایی که خداوند به ما میده، ما اونها رو چیکار میکنیم؟ در متی باب 12:28 مسیح از این صحبت میکنه که اخراج ارواح آغاز ملکوته، پیام آغاز ملکوته. چقدر جاهایی که میریم میدونی که شیطان داره چیکار میکنه، میتونی ببینی، میتونی اون نقشه ها رو باطل کنی به نام مسیح. چقدر از اقتدار خودت به عنوان یک ایماندار در خداوند آگاهی داری. جنگ ما با خون و جسد نیست، جنگ ما با روح‌های ناپاکه. اینجا پیغام تموم شده است، ولی این انتخاب با ما هست. ما محور دنیا باشیم، پادشاهی خودمون رو بنا بکنیم، یا به دنبال پادشاهی خداوند باشیم. اگر احساس میکنی که در ضعف هستی امروز، این توانایی رو انگار نداری، بیای جلو دعا میکنیم. قدرت روح خداوند امروز شما رو تجهیز میکنه. خداوند امروز دستاش پره از سکه ها، قنطارها و دونه هایی که میخواد بده که ما بریم باش ثمر بیاریم. اگر احساس ناامیدی میکنی، اگر احساس شکست میکنی، اگر احساس ناتوانی میکنی، خداوند با ضعفای تو کار نداره، چون ضعیف هستم در خداوند قوی هستم. خداوند با دل تو کار داره. چقدر دلت میتپه برای مثل اون چیزی که دیدیم راجع به زدگان یا غیره، چقدر دلت برای خرابه های روی زمین میتپه. سرهامون رو خم کنیم به عنوان خصوص خداوند. خداوند تو رو شکر میکنیم که کلیسای خودت رو خوندی، نه تنها برای اینکه کلام تو رو بدونیم، نه تنها برای اینکه خداوند اطلاعات زیادی راجع به حتی پادشاهی تو داشته باشیم، حتی تفاوت بین انجیل بشارت و انجیل ملکوت رو خداوند بخوایم تشخیص بدیم خداوند، که انجیل نجات انجیلی که فقط میره میگه مسیح این کارو کرد، انجیل ملکوت اون چیزی که میره پادشاهی خداوند روی زمین میکشه. روح القدس عزیز، دعوت میکنم خداوند که بیا خداوند قلب‌های ما رو، همونطوری که داوود میگه دل من رو خداوند با خودت کامل کن. خداوند بذار چشمای ما باز باشه به پادشاهی تو. بذار گوش‌های ما از تو بشنوه، از آسمان بشنوه. چشمای ما آسمان رو ببینه. ملکوت تو رو خداوند ببینه و بطلبه. خداوند دعا میکنم برای تمامی اون خستگی‌ها، برای تمامی اون بارهایی که خداوند کلیسای تو رو خداوند به خودش مشغول می‌کنه و نمیذاره که اونها حتی بگه بابا من درد خودم مونده، حالا باید بخوام دنبال پادشاه خدا باشم. خداوند دستت رو بلند کن خداوند، به قوت خداوند. و خداوند میخوام که امروز محض بکنی به تمام کسانی که پیغام رو میشنون خداوند. محض تازه خداوند، برای خداوند اون تشنگی خداوند که اول صبح اولین چیزی که به ذهنم میرسه این که ملکوت خداوند رو بطلبم. خداوند امروز من در ملکوت تو چه کاری میتونم انجام بدم؟ به نام عیسی مسیح خداوند کلیسا رو به حضور تو بلند میکنم، زیر پوشش خون عیسی مسیح میارم، حاکمیت و اقتدار نام عیسی مسیح رو اعلام میکنم بر کلیسای تو خداوند، و کلیسا رو خداوند مبارک تو میخونیم، برکت میدم خداوند کلیسای تو رو خداوند مبارک تو میخونیم، و روح القدس عزیز میخوام که آتش تو در بر بگیره خداوند، قوت بخش، رویای تازه، فکر تازه، که خداوند بتونیم در راستای پیشبرد ملکوت تو خداوند، اون چیزی که به ما سپردی خداوند، قدم برداریم در نام عیسی مسیح. آمین. اگر احساس میکنی کلام خداوند میگه پیغام بشارت ملکوت که داده میشه، شیطان آماده است که اون تخمه رو جمع کنه.
امروز صدای شیطان رو میشنوی؟ مژده ملکوت خداوند چی؟ میشنوی؟ شنیدی؟ شیطان اینجا ایستاده منتظر، همونطوری که خداوند حاکمه، شیطان هم منتظره که این بذر رو بدزده. بعد از 2 روز 3 روز 5 روز هم تو بهش فکر میکنی ماه دیگه اصلا نمیدونی که پادشاهی خداوند. حالا من دعامو کردم، پادشاهی خداوند، من کلامم میخونم، روزم یه موقعی میگیرم، یه چند نفرم بشارت دادم، یا حتی دارم خدمت میکنم، خدمتی که با خدا تو همکاری خداوند نیست. کلام خداوند دروغ نیست، حقیقته. اگر احساس میکنین که موردی هست که فکر میکنی اون نمیگذاره که بتونی بگی خداوند من میخوام خودم رو به تو تقدیم کنم و تو از من استفاده کن برای پیشبرد پادشاهیت، میتونی بیای جلو دعا میکنی براش. اگر نگرانی دارید، اگر ترسی هست، اگر ناامیدی هست، اگر سردرگمی هست، میتونی بیای جلو که برای اون دعا بکنیم، انتخاب بکنیم قایقمون به کدوم طرف حرکت بکنه و ما چه نقشی توی حرکت این قایق داشته باشیم. خداوند کلیسای تو رو برکت میدم، شما رو مبارک خداوند میخونم در نام عیسی مسیح از صهیون کوه خدای زنده، شما رو تک تکتون رو برکت میدم و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم در نام عیسی مسیح.